سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. در دنیای پیشرفته امروزه نگران چه هستید؟ نوارهای ویدیویی خود مطلقاً نگران نباشید. نما استودیو با قیمتی مناسب کلیه نوارهای صدا و تصویری شما را به صورت دیجیتال بر روی هارد درایو یا فلاش درایو برده تا در تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی تماشا کنید. نوارهایی چون VHS Hi-8 Mini DV DV-Cam Beta-Cam 3/4 و نوارهای صدا و صفحات گرمافون. نما استودیو مرکزی پیشرفته و مورد اطمینان با بیش از 40 سال سابقه در ایران، اروپا و آمریکا. 818-705-2011. نما استودیو، کلینیک برای نوارهای صدا و تصویری. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. همینان عزیز، سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31. از شبکه جهانی تلویزیون پا. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته، از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادفات.com. یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور. جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100.
درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 23 اکتبر 2023 میلادی برابر است با اول آبان ماه سال 1402 خورشیدی. یک منبع مطلع با اشاره به وضعیت جسمانی آرمیتا گراوند گفته است که خانواده او از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارند تا بعد از اعلام مرگ احتمالی او پیکرش در سکوت خبری به جعفرآباد کرمانشاه منتقل شود. به گفته این منبع، هدف حکومت از این اقدام مقابله با واکنش‌های مردمی است. این منبع مطلع افزود هنوز تاریخ و زمان مشخصی به خانواده آرمیتا گراوند برای انتقال پیکر او به شهرستان اعلام نشده و نیروهای امنیتی بیم دارند بودن او در تهران به آغاز مجدد اعتراضات ضد حکومتی همچون دوره بعد از اعلام کشته شدن مهسا ژینا امینی در ایران بیانجامد. بنا به این گزارش، دیگر اعضای خانواده و وابستگان آرمیتا گراوند هم تهدید شدند که اجازه صحبت با رسانه‌ها و اطلاع رسانی در مورد وضعیت او را ندارند و ماموران امنیتی به خانواده گراوند گفتند که دستور علی خامنه ای است که آرمیتا از تهران به بیرون منتقل شود. این منبع افزود فامیل خانواده گراوند حتی می ترسند که در خانه درباره آرمیتا حرف بزنند. آنها می ترسند ماموران در خانه هایشان شنود یا دوربین کار گذاشته باشند و احساس امنیت نمی کنند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز 30 مهر ماه خبر داد که وضعیت سلامت آرمیتا گراوند روند امیدوار کننده ای ندارد و با وجود تلاش های کادر پزشکی معالج مرگ مغزی او قطعی به نظر می رسد. این در حالی است که دو منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش ها در مورد مرگ مغزی او را رد کرده و گفتند که خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت اوست. یکی از اعضای خانواده آرمیتا گفت که پزشکان معالجه او میگویند که موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، اگرچه در این شرایط از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید و همه چیز دست خداست. یک منبع دیگر از خانواده گراوند گفته است که از تیم معالجه آرمیتا در مورد وضعیت او جویا شده، اما آنها موضوع مرگ مغزی را رد می کنند و می گویند وضعیت آرمیتا هیچ تغییری نکرده است. تیم معالج همچنین به خانواده گراوند گفتند که اگر آرمیتا در شرایط مرگ مغزی بود تا امروز تحت مراقبت قرار نداشت. در ادامه واکنش‌های گسترده به صدور احکام سنگین زندان برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشتی مری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز دوشنبه در شبکه ایکس به زبان فارسی نوشت که ایران باید آزار و اذیت گسترده مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را متوقف کند. خانم لالور همچنین به صدور حکم یک سال زندان برای صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، هم اشاره کرده و خواهان توقف این حکم شده است. بر اساس حکم صادره از توی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به تحمل 7 سال حبس و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، هم به تحمل 6 سال حبس محکوم شدند. صدور احکام زندان طولانی مدت برای این دو واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. در یکی از نخستین واکنش‌ها، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای نوشت: با این حکم مخالفیم و آن را نمی‌پذیریم. این نهاد صنفی صدور این احکام سنگین را نشان دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه روزنامه‌نگاری در ایران توصیف کرد و با اشاره به جان باختن ژینا مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری در ایران پرسید: چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟ این انجمن ابراز امیدواری کرده که این احکام در دادگاه تجدید نظر نقض شوند و نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر چه سریع‌تر آزاد گردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با به راه انداختن طوفان در شبکه‌های اجتماعی ایکس توییتر سابق نسبت به احکام زندان علیه محمدی و حامدی اعتراض کردند. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از دستگیری زینب موسوی، معروف به امپراتور کوسکو، به علت توهین به مقدسات در فضای مجازی خبر داد. زینب موسوی در روزهای گذشته ویدیوی طنزی با عنوان برای شهادت باید به غزه بروید منتشر کرده بود که موجب خشم مقامات جمهوری اسلامی شد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز با تکرار روایت پیشین مقامات جمهوری اسلامی در مورد قتل مشکوک داریوش مهجویی به همسرش وحیده محمدی فر گفت که انگیزه 4 متهم دستگیر شده این پرونده انتقام و سرقت بوده است. فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان ماه در دیدار با محمد کاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور بار دیگر اعلام کرد که متهم اصلی این پرونده باغبان پیشین ویلای مهجویی بوده و به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب 30 میلیونی و با قصد به هدف انتقام مرتکب این جنایت شده است. اظهارات این مقام قضایی در حالی مطرح می شود که محسن امیر یوسفی رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران روز 29 مهر ماه در مراسم 7 مهجویی و محمدی پر مباحث مطرح شده در مورد طلب 30 میلیونی متهم اصلی جنایت را سخیف خواند و تاکید کرد که صحبت در مورد قاتلین این پرونده نباید تنها به این مورد ختم شود. رئیس دادگستری استان البرز همچنین افزود که متهمان بعد از کشتن مهجویی و همسرش با سرقت مقادیر طلا و 2 دستگاه گوشی تلفن همراه از محل جنایت گریختند. به گفته فاضلی هریکندی با کشف اقلام مسروقه که در اختیار یکی از متهمان بود سررخ‌های موجود کامل و ابعاد تحقیقات کامل‌تر شد. موحدی آزاد دادستان کل کشور هم در این دیدار از تلاش مقامات قضایی، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان این جنایت در یک مدت کوتاه قدردانی کرد. نشریه تایمز اسرائیل گزارش داد که در پی حملات راکتی حماس، آژیر خطر در مناطق نزدیک به نوار غزه به صدا درآمده است. توبیاس بولسون وزیر خارجه سوئد در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت که اولویت اصلی مسئله کمک رسانی به مردم غزه و راه‌های انجام آن است. وی افزود که کشورهای اتحادیه اروپا همچنان در حال مذاکره در مورد ایده برقراری آتش‌بس بشردوستانه در منطقه هستند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک امدادگر و 2 منبع امنیتی گزارش داد که 3 کاروان امدادی متشکل از چندین کامیون کمک رسان حامل اقلام ضروری از طریق مصر به گذرگاه رفح رسیده است. تحویل کمک‌های بشردوستانه از طریق این گذرگاه از روز شنبه به دنبال کشمکش بر سر مراحل بازرسی کمک‌ها و همچنین سرگردانی کاروان امدادرسان به دلیل بمباران غزه آغاز شد. از دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده که از زمان آغاز مناقشه کنونی با حماس تا کنون 800 فلسطینی در کرانه باختری بازداشت شدند. بنا به این گزارش 500 تن از افراد دستگیر شده با گروه حماس در ارتباط بودند. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ارتش این کشور یک هدف مشکوک را که از لبنان وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود با استفاده از سامانه موشکی گنبد آهنی سرنگون کرد. به گفته ارتش اسرائیل شیء سرنگون شده احتمالاً یک پهپاد بوده است. ارتش اسرائیل با حمله به مواضع حزب الله در جنوب لبنان یک موشک انداز ضد تانک این گروه را منهدم کرد. حماس هم از درگیری نیروهای خود با نیروهای اسرائیل خبر داد که به گفته این گروه به غزه نفوذ کرده بودند. وزارت بهداشت فلسطین روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی جلازون 2 فلسطینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز جنگ اسرائیل به حماس در 15 مهر ماه تا کنون 96 فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند. به گزارش الجزیره درگیری‌های حماس و اسرائیل تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 4000 فلسطینی و 1400 اسرائیلی شده است. همچنین به گفته یه سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل 308 سرباز اسرائیلی تا کنون کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حملات یکشنبه شب خود به نوار غزه 320 موضع شبه نظامیان حماس را هدف قرار داده است. رئیس جمهوری اسرائیل هم در یک مصاحبه گفت که این کشور اقدامات سختی را علیه حماس انجام خواهد داد و افزود که این گروه شر محض است و باید آن را ریشه‌کن کنیم. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی کردستان کردپا، شامگاه یک شنبه 3 مهر ماه سکولبر اهل شهرستان جوانلود بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مردان سود زخمی شدند. کردپا با انتشار تصاویری از این کولبران نوشته که نیروهای مرزی جمهوری اسلامی بدون اخطار قبلی این سه کولبر را از ناحیه سر، کمر، زانو و پا هدف تیراندازی قرار دادند. سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارش خود از این رویداد هویت یکی از زخمی شدگان را ماهان برزگر 18 ساله و اهل روستای نیرش از توابع سلسله باباجانی اعلام کرده و حال عمومی این سه کولبر را مساعد گزارش کرده است. همزمان گزارش شده که یک کاسبکار کرد به نام واحد قادری 23 سال اهل سقز هم بر اثر تیراندازی و تعقیب و گریز نظامیان حکومتی در روز شنبه 29 مهر ماه جان خود را از دست داده است. بر اساس گزارش کردپا، نظامیان حکومتی به ظن حمل کالای قاچاق خودروی این شهروند کرد را مورد تعقیب و گریز قرار دادند و پیکر او هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران امروز دوشنبه اول آبان ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی و توجه نشدن به مطالباتشان دست کم در 13 استان به طور همزمان تجمع کردند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمعات در استانهای تهران، چهارمحال بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، اصفهان، مرکزی، ایلام، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی برگزار شد. اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 1389، رفع مشکلات بیمه درمانی و رسیدگی به مطالبات صنفی از جمله خواسته‌های این معترضان است. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که زنگ نماز در همه مدارس و در تمامی مقاطع تحصیلی الزامی است. در بخشنامه‌ای ابلاغ شده توسط رضا مراد صحرایی آمده که زنگ نماز با هدف تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز در متن برنامه رسمی روزانه مدارس در همه دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی قرار گرفته و در نظر گرفتن زمان 30 دقیقه‌ای برای این امر از سوی مدارس الزامی است. در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به منویات علی خامنه‌ای در بیانیه گام دوم انقلاب، تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز به عنوان اولویت فعالیت‌های پرورشی مدارس در نظر گرفته می‌شود. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی روحانی اهل سنت در واکنش به اقدام نیروهای امنیتی در بازداشت گسترده نمازگزاران و مردم زاهدان در روز جمعه، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف مصلی و مسجد جامع مکی زاهدان را تحریک‌آمیز خواند. مولوی عبدالحمید که سخنان او روز یکشنبه در سایت رسمی امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شد، درباره اتفاقات بعد از نماز جمعه 28 مهر ماه در زاهدان گفت: مردم زاهدان در سالگرد فاجعه جمعه خونین زاهدان تظاهراتی برگزار کردند و حرف خودشان را زدند. این روحانی بلندپایه اهل سنت افزود: بیشترین درد و ناراحتی مردم که اعضای خانواده های آنها در جمعه خونین زاهدان در روز 8 مهر ماه سال 1401 به شهادت رسیدند، این است که متاسفانه هنوز نسبت به این موضوع رسیدگی نشده و هیچ قدم مناسبی در راستای التیام دردهای آنان برداشته نشده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود که نظرش این بود که مردم بعد از نماز جمعه با سکوت و ذکر پروردگار به منازلشان بروند و مردم هم رعایت کردند، اما حضور گسترده نیروها در خیابانهای اطراف مسجد و مصلا سبب تحریک بیشتر مردم می شود. مولوی عبدالحمید اضافه کرد که جوانان وقتی می‌بینند مأموران با این گستردگی آمده‌اند، احساساتی می‌شوند. به تأکید کرد که اگر مأموران در محدوده مسجد و مصلی مکی حضور پیدا نکنند و نظم و امنیت را به خود مردم بسپارند، دغدغه‌های طرفین برطرف شده و خود به خود آرامش برقرار می‌شود. در همین حال، رسانه حقوق بشری هالوش روز یکشنبه از احراز هویت 105 تن از دست کم 500 بازداشتی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش تاکید شده که دست کم 32 تن از بازداشت شدگان احراز هویت شده از کودکان زیر 18 سال هستند که روز جمعه توسط نیروهای امنیتی و نظامی با خشونت در زاهدان بازداشت شدند. آنتونی بلینکن و لوید آستن وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده روز یکشنبه گفتند که واشنگتن تصور می‌کند که گروه‌های نیابتی ایران به جنگ اسرائیل و حماس دامن بزنند و تاکید کردند که اگر پرسنل یا نیروهای دفاعی آمریکا هدف چنین تخاصم‌هایی قرار بگیرند، دولت بایدن آماده واکنش به آن است. بلینکن اظهار داشت که این چیزی نیست که ما بخواهیم یا دنبالش باشیم. ما خواستار تشدید تنش‌ها نیستیم. و افزود: ما دوست نداریم که ببینیم پرسنل یا نیروهایمان هدف قرار بگیرند، اما اگر چنین اتفاقی افتاد، آمادگی آن را داریم. لوید آستن هم با تکرار اظهارات بلینکن گفت: این چشم‌انداز وجود دارد که حملات به سربازان و مردم ما در سراسر منطقه به شکل قابل توجهی تشدید شود. به خاطر نشان ساخت که ایالات متحده حق دفاع از خود را دارد و تردید نباید کرد که ما واکنش مناسبی نشان خواهیم داد. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، روز یک شنبه 22 اکتبر جایزه صلح اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت را دریافت کرد. این اتحادیه جایزه صلح را برای تمجید از تخیل عالی و انسانیت عمیق به آقای رشدی اختصاص داد. هیئت داوران این اتحادیه به ریاست کار نشمت پردرش اعلام کرد که وی همچنان جایگاه خود را در دفاع پرشور از آزادی اندیشه و بیان، چه برای خود و چه برای کسانی که نظرات مخالف او دارند، حفظ کرده است. سلمان رشدی در واکنش به دریافت جایزه مزبور در بیانیه‌ای از هیئت داوران قدردانی کرد و گفت: می‌دانم این جایزه چقدر مهم است و از فهرست دریافت کنندگان پیشین آن کمی غافلگیر شدم. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.